گوشه فرود در شوره پایین دسته. خب تمام جملاتی که در فرود بالای دسته داشتیم دوباره تکرار میشه. اینجا دقت کنید، اول یک مزرابی داشتیم که 5 تا بخش داشت، یعنی 5 تا راست و چپ داره به این صورت ر ر ر ر 2 4 تا رو ر 5ش رو 2. پس من آروم میزنم، تغییر پوزیسیون، چهار تک، سه تک. چه سه تک در چهار تک ادغام میشه، یعنی نوت آخر سه تک میشه نوت اول چهار تک، یعنی میگه فا می ره فا فا فا، این بوده فا می ره، بعد ره فا فا فا، حالا در هم ادغام بشن اینجوری میشه فا می ره فا فا فا، می سول سول سول، فا اشاره به می، می اشاره به ره، ره اشاره به دو، دو ریز داریم، ریز از چپ شروع میشه، پس میگه فا می ره اشاره به دو، دو تک ریز. حالا اینجا دوباره از ره شروع میکنیم با ریز ناقص، میگه حالا سری میزنم، خب حالا از اینجا در واقع یه تک اشاره داریم و سه تک یا همون مزرعه پروانه، میگه یک دو یک دو سه، یه تک اشاره داریم با یه سه تک به این صورت، دو این سه تک یا هم مزرعه پروانه، شمارشش میشه یک دو یک دو سه، حرکت میکنیم به سمت بالا، تقریبا انگشتار رو ببینید، تک روی سول با دست چپ. خب پس انگوش گذاری به سمت بالا به صورت دو یک دو یک حرکت کرد. حالا از اینجا گوشه حزین رو میزنیم، گوشه حزین انگارش بود دل یک دو سه چار پنج شیش، ابتداش حمله داره و سرعتش به مرور کند میشه و بعد از حمله یک پله پایین تر میاد و در همون نقطه قرار میگیره. ببینید اول حمله داره، یعنی سرعتش نسبت به تک‌های بعدی سریع‌تر هست، دل حمله‌ش دل یک دو سه چهار پنج شیش، ببینید به این صورت هست. میگه تک اشاره، دو تک اشاره، دو تک ریز ناقص، ناقص فصل شد به یک ریز بلند، میگه تک اشاره، دو تک اشاره، دو تک، حالا به اینجا ریز ناقص رو میزنیم و ادامه میدیم با ریز، حالا اشاره میکنیم از دل ریز دوباره الگوی حزین، دل یک دو سه چار پنج شیش، دوباره از همونجا الگوی حزین، دل یک دو سه چار پنج شیش، یه پله بالاتر این تای این جمله میتونی یه اشاره هم به رکورون بدین، یعنی بگین به این صورت. حالا میریم یه پله بالاتر، دوباره همون مزرابا رو میزنیم، میگه تک اشاره، دو تک اشاره، دو تک ریز ناقص، خب حالا اینجا باید دقت کنیم تمام این الگوهایی که من الان به صورت سکانس فار کنار هم زدم از یک مزراب تبعیت میکرد، ولی اون چیزی که در اینها تفاوت ایجاد میکرد حالتها و تغییر حالتهای جمله بود. دقت کنید به این حالت ها در این نوع موسیقی خیلی باید گوش بدین و سعی کنید که موسیقیتون غنی از این حالت ها باشه، چون ما اینجا حرکت
سکانس وار داریم، یعنی پله پله داریم یه الگو رو هم میزنیم میریم به سمت بالا. اگر همینا رو به شکل هم بنوازیم، یعنی حالتشون مثل هم باشه، خیلی حالت یک نواخت و بیمعنی ایجاد میکنه. پس باید دقت کنید ببینید که استاد بورمن این الگو رو با چه ظرافت و با چه حالتهایی گسترش میده در حرکت سکانس وار، و شما هم اون رو یاد بگیرید و سعی کنید این رو در اجراتون اعمال کنید. ببینید یه بار دیگه میزنم. میتونه هر کدوم از اینا یک حالت متفاوتی داشته باشه. ببینید دوباره میزنم. آخرشم از سه تک که تزئین داره. ببینید یعنی دو تک دیگرش با دست چپه، تک اول با مزرا قبلا هم داشتیم، عریض از چپ شروع میشه. خب حالا اینجا جمله پنج مویه که اولش یک چهار تک داره، چهار تک ریز اشاره، سیلا سی مو ریز اشاره، حالا حبیب من چهار تک اشاره، دو تک اشاره، ببینید حالا کندن تک، این تک کندن، تغییر پوزیسیون اشاره، اینجا یه اشاره به سیم سول روی لا کرون، بعد دوباره دو تک اشاره کندن، کاملا مثل الگوی قبلیش، و فرود ره به کار میشه، از دل ری قبلا داشتیم الگو رو. خب فقط این تیکه آخرش ببینید اینجا یک مزرابی میتونید بنوازید به اسم ریز سینمال، یا ریزیه که خیلی پیوسته هست. ریز سینمال یعنی این ریز ادامه پیدا کنه رو چند تا نوت، و ما رو این چند تا نوت یک سری میتونیم تزئینات بزنیم، یک سری کندکاری میتونیم انجام بدیم، و به هر صورت این ریز نباید قطع بشه و روی چند تا نوته، روی یه نوت نیست. ببینید من اینجا رو میتونم با یه ریز ناقص بزنم. خب و میتونم همچنین با ریز سینمال بزنم. ریز سینمال به چه صورته؟ ببینید از همین سی شروع میشه، ببینید ادامه پیدا کنه رو ره، میاد رو دو، آخرش با یه دوراب یا با یه تک تموم میشه. ببینید ببینید سینمال که چند تا نوت رو در بر میگیره، تک اشاره، تک اشاره، تک اشاره، تک اشاره به جلو، اینجوری تموم میشه. خب هم از فرود حالا براتون مینوازم.
بگیرم.